من خیلی خوشحالم عربستان سعودی خوب خرج میکنه، پولاتو داری دور میریزی عزیزم. دیدم که سعودی نشنال یه آقای به نام فرزین ندیمی که ایشون جزء تحلیلگرای جریان شورای آتلانتیک، ذاتن وطن فروش، یعنی شرم‌آور این آدم در چه سطحی داره وطن خودشو میفروشه، و آوردنش در سعودی نشنال. میگن آقا یمنی ها زدن دیگه مادر این آقایین بن سلمان و کلا خانواده بن سلمان و مادرها و خواهرها و دختراشون رو قشنگ شوهر دادن. داستان چه جوریاست؟ این عربستان انقدر خرج میکنه، چرا حوثی‌های یمن یا انصارالله قبایلی که بالاخره متحد شدن با بچهای حوثی اینقدر آب خوردن؟ پهپادهای کاغذی و کوچولو و آهسته، حتی پهپادهای آهسته شون میان میزنن میبرن. بارها هم گفتیم پاتریوتای آمریکایی اینا هم که خواب میبره. داستان چیه با این همه هزینه؟ پس چرا عربستان داره در جنگ یمن هم نتیجه نگرفته و هم داره شکست میخوره، هم داره خاک میده؟ چه جوریاست؟ بعد فرزین ندیمی این عاشقشم، این برمیگرده میگه که بذارید با هم گوش کنیم، بعد نتیجه میگیره که ولی عربستان حریف ایران میشه. درسته حریف حوثی ها نمیشه، ولی ایران و کل ایران رو میتونه عربستان بزنه داغون کنه. حالا با هم گوش کنیم یه خورده دور هم دیگه حالش رو بریم دیگه. عربستان سعودی خب هزینه سنگینی میکنه برای امکانات دفاعی و نظامیش، بیشترین هزینه رو در واقع در منطقه اگر اشتباه نکنم میکنه. چطور هستش که موفق نمیشه همه این حملاتی رو که حوثی ها میکنن منهدم بکنه، راهگیری بکنه؟ چرا بعضی از اونها موفقیت آمیز میشن؟ خب دلیلش من اول از همه بگم آقای فرداد فرهزاد، دلیلش همینه، بخاطر اینکه پولش رو خرج مثلا شماها کرده. وقتی عربستانی که این همه پول میذاره 4 تا یلا قبال بی سوادی بمانند شما بیان براش مجری بشن رسانه درست کنن، همینه. اونجوری هم پولشو خرج جنگ یمن کرده. شما سعودی نشنال نگاه کن، با این همه هزینه‌ای که عربستان پشتش گذاشته و تمام بالاخره چهره های خبری در بی بی سی و مناطور و اینا هم گلچین کرد و برد و اینا، در حقیقت فیلم مورچه زاید دیگه. با ما همه هزینه‌ای که سعودی نشنال کرده باید بازدهی خیلی گسترده‌تری داشته باشه، در حالی که دیگه خداییشو داشته باشه دیگه. منطقی بخوایم صحبت کنیم، 1000 برنامه اینترنتی امید دانا و برنامه رودت و تیمش، آیا سعودی نشنال بازدهی داشته؟ قضاوت با شما. ببینید درسته که عربستان سیستم پدافند هوایی قوی داره، سیستم پتروشیمی. البته قضاوت با شما که خب طبیعتاً شما که الان بخش قابل توجهتون حامی ما هستید، خب معلومه که میگی نه نداشته. نه، برید این نظرسنجی رو بین اپوزیسیون بذارید، بین دشمنان من بذارید. حتی دشمنان ما هم در دلشون میدونن که نه بازدهی ما خیلی بیشتره، چون اگه غیر این بود که هفته 40-50 تا برنامه علی من نمیساختن، اگه غیر این بود که اینقدر تهدید به مرگ نمیشدم. آیا کسی توف میندازه کف دست این مجریای سعودی نشنال؟ نه. ولی چرا اینقدر منو تهدید میکنن؟ وقت و زمان و انرژی دارن میزنن. نه، نتونستن این همه خرج کردن. خب تو جنگ یمن هم عربستان همینه. ببخشید، به صرف اینکه تو پول خرج کنی دلیل نیست نتیجه بگیری. یاد باشه. همه این حملاتی رو که حوثی‌ها میکنن منهدم بکنه، راهگیری بکنه، چرا بعضی از اونها موفقیت آمیز میشن؟ ببینید درسته که عربستان سیستم پدافند هوایی قوی داره، سیستم پتریوت، شاهین، خاک. میگه بله درسته که عربستان سیستم‌های قوی داره. خب پاتریوت و شاهین و خاک. ولی عربستان یک کشور بزرگ صحرایی هستش و این هواپیماهای بدون سرنشین خیلی کوچیکی هستند که مسیرهای مختلفی میتونن در پیش بگیرن و این مسیرها میتونه تغییر بکنه در حین حرکت. و او مای گاد، پهپادهای حوثی‌ها پهپادهای کوچیکی هستن، بعد میتونن مسیرهای متغیری یا حرکت کنن و میتونه این مسیرهاشون تغییر بکنه. دمش گرم، چه پهپادایی دارن اینا. پهپاداشون میتونن تو مسیرها تغییرم ایجاد، تغییر میتونه بکنه مسیرش. دقت کن، بهش میگن نوار خالی پر کردن، چون سواد ندارن ولی کارشناسن دیگه اصطلاحاً. میرن اونجا نگاه کن چقدر داره نوار خالی پر میکنه. کشور ببینید درسته که عربستان سیستم پدافند هوایی قوی داره، سیستم پتریوت، شاهین، خاک. ولی عربستان یک کشور بزرگ صحرایی هست. بس عربستان یک کشور بزرگ صحراییه، بس کشورهای دیگه بزرگ و اینا نیستن، همه کوچولو. بابا بالا این جزیره ما اینقدر بزرگ، 20 شهر داره، ما 3 تاشو دیدیم. خب چه ربطی داره اینه که این داری میگه؟ و این هواپیماهای بدون سرنشین خیلی کوچیکی هستن که مسیرهای مختلفی میتونن در پیش بگیرن و این مسیرها میتونه تغییر بکنه در حین حرکت و قابل پیش بینی نیستش. البته عجب،
من فکر کردم این سیستم‌های پیشرفته پاتریوت و اینا مثلا میتونن پهپادی که مثلا میتونه مسیر تغییر بده و کوچیک باشه بزنن. خب باشه پاتریوت کو داری دیگه. خب باشه پهپاد ماهیتش همینه دیگه، همه پهپادا. والا پهپاد الان بخوای بریم سر کوچه مغازه مدیا مارکت مثلا میخوام یه کار فیلم یه پهپاد مثلا ارزون 200 یورویی بخرم که دوربین مثلا تهش داره بخوام بفرستم بالا یه کلی ویدیو بگیرم برای عروسی چیزی تولدی اینو بفرستم بالا، والا این توانایی رو داره دیگه. خیلی سرت خب اون پاتریوت داره فلان داره که بتونه پهپاد رو با مشخصات و شاخص هایی که داره بزنه دیگه. خب آخه پاتریوتی که یا اون سیستم قوی شاهینی که شما یاد میکنید اگر توانایی نداره یک پهپادی که توانایی داره تغییر مسیر بده و کوچک باشه رو بزنه، پشم صورت ما رو میخواد بزنه دیگه، ماشین ریش تراشی میشه دیگه. خدا میفهمی داری چی میگی؟ اینو بهتون میخندم، بهتون میگم کار نشناسید. خب باشه باید بزنه دیگه، همه کشورها به اندازه خودشون بزرگی دارن فلان دارن، سیستم پدافندی هم برای اینه که اگر یک پرندهی ریزگردی داستانی اگه داره میاد توانایی داشته باشه بزنه. آقا چرا یه کلمه نمیگی که آقا ما توانایی نداشته، ارباب من عربستان توانایی نداشته پهپاد رو بزنه دیگه؟ چرا اینقدر مسئله به هم میپیچونی و اینو به اون ربط میدی و تمام عزیزان رو به هم دیگه داری وصل میکنی، گودرزها رو با شقایقها پیوند دادی و این چه ربطی داره؟ خب حالا ادامهش جالبتر میشه. در منطقه شرق عربستان در سال تغییر بکنه در حین حرکت و قابل پیش بینی نیستش. البته خب باشید اگه چیزی که قابل پیش بینی باشه که دیگه چه نیازی به پاتریوته. بیا الان مثلا علی کوچولو محله ما، یه بچه‌ای داشتیم تو محلمون علی کوچولو بود بهش میگفتن، بعد این خود قدش کوتاه بود، بعد این مثلا این چیزا رو برمی‌داشت تیرکمون داشت، مثلا سنگ و اینا سنگای ریزو می‌ذاشت تو این تیرکمون پرت می‌کرد می‌خورد تو کله ماها. خب اگه قرار بود که قابل پیش بینی باشه که علی کوچولو محله ما رو میبردن که با تیرکمون بزنه پهپاد حوثی‌ها که، مردک تو چجوری مشاور شورای آتلانتیک هستی؟ به خدا پولاتونو دارید دور می‌ریزید. من تمام سازمان‌های امنیتی اروپا و غرب و همه اینا بگم پولاتونو دارید دور می‌ریزید، اینا کارو نمی‌شناسن، دارن نوار خالی پر می‌کنه. میگه پهپادهای حوثی ها غیر قابل پیش بینی. خب اگه قابل پیش بینی بود که دیگه بچه محل ما میتونست با تیرکمون بزنه. در منطقه شرق عربستان، در ساحل شرق عربستان و خلیج فارس، تمرکز سیستم های پدافند هوایی عربستان خیلی بیشتر هست، ولی بیشتر این سیستم ها برای مقابله با موشک های بالستیکی ایران آماده شده و آرایش گرفته و برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین کوچک و کم سرعت حوثی‌ها مثل سواد 3 که چیزی حدود 1500 کیلومتر برد داره و میتونه با تغییر جهت از سمت شمال برگرده به سمت اهدافش در رستنوره مثلا کمتر موثر هستش. فک کم خورد زمین. فهمیدی چی گفت بیشتر سیستم پدافند هوایی عربستان مثل پاتریوت و شاهین و کوفت و زرمار در شرق عربستان متمرکزه به خاطر موشک های بالستیک ایران و تواناییش اونجوری نیستش که پهپادهایی مثل سمات فلان یمن که پهپادهای کوچک و کم سرعت باشه که راحت تر باید بزن که قربونت برم. میگه مثلا این پهپادهای، میگم اونم که داره چرت و پرت میگه حواسش نیست چی میگه دیگه، میگه پهپادهای حوثی ها یمنی ها کوچک و کم سرعت و میتونه تغییر پیدا کنه، برای همین سیستم پدافند هوایی عربستان اولا نمیتونه بزنه. خب اینکه کم سرعته که باید راحت تر بزنه. بعد الان عربستان داره با یمن میجنگه، بعد اومده پاتریوتاشو برده تو شرق عربستان که شاید ایران بخواد حمله کنه. خب ببخشید خیلی اشکوله، به جای همین همه پول داره، همه داره پول خرج کرد که قاچاقچی رو تیکه تیکه کنه، چهار تا پاتریوت دیگه هم بخره تو همون بخشای جنوبی کشورش بذاره که هم یه بخشی رو که گذاشته برای ایران، یه بخشی هم بذاره جنوبش که همه رو محافظت کنه. یعنی این دیگه خیلی حرفه که داره میگه که نه، این سیستم پدافند هوایی عربستان کمبود داره، اون بخشی که داره بیشتر در شرق عربستانه که جلوی ایران وایسه، نه در جنوب عربستان که خب میزنن شیرین میزنن دیگه، برای همینم پول به شما میدن اگه واقعا باشه این داستان. و مورد بعدی خیلی جالبه، داره میگه این پهپادا قدرت اینو دارن که مثلا بخوام موشکای بالستیک ایران رو راهگیری کنن. حالا پرسش اینجاست، پهپادی که به قول خودت کوچکه کم سرعته، چون کم سرعت باشه نمیتونه زیاد تغییرم بکنه، این سیستم پدافندی نتونسته حریف پهپادهای کوچک و کم سرعت حوثی‌ها بشه، میخواد
حریف موشک های ایرانی بشه که بسیار پرسرعته. خب فرید تو بشن موشکی که شلیک میشه که قرار نیست اون موشک شما دیدی دیگه از زمانی که شلیک میشه خیلی بزرگه بدنش اینا، قرار نیست اون بدنه بیاد که رهگیری کنه. سر جنگی موشک ها چیزی فراتر از حالا همون پهباد نیست، حالا فوقش دو برابر پهباد باشه، سر جنگی موشک ها هم چیزی بزرگی نیست که تو بخوای رهگیری کنی. و سرعت سر جنگی موشک های بالستیک ایران بسیار بسیار سرعتش خیلی زیاده، پر سرعته. شما وقتی که پهپادهای کم سرعت حوثی‌ها رو نتونستی مثلا رهگیری کنی، مدعی میشی تو برنامه سعودی نشنال، مدعی میشی که حریف ایران میشی. بابا چجوری هست؟ شما حریف متحدان ما نمیتونید بشید. تازه متحدان ما وقتی با شما جنگ شروع کردن پا به رهنه بودن، امروز ببین نمایشگاه جنگی دارن نشونتون میدن. این مزدور خبرنگاریه و این کارنشناساشون در رسانه نگاه نکنید پشت سر هم دارن مزخرف میگن مزخرفاتشون. من انقدر تونتون این صحبت میکرد چند بار زدم عقب با دور آهسته گوش کردم، دیدم داره نوار خالی پر میکنه و حرفه‌ای هم پر میکنن نوار خالی ها رو. همینجور پشت سر هم یه سری چیزا رو میگن و خیلی حرفه‌ای نوار خالی پر میکنن، داره مزخرف کامل میگه. پهپادهای حوثی ها و اینا میتونن تغییر کنن و غیر قابل پیش بینی. عجب اگه قابل پیش بینی بودن که علی کوچولو محله ما با تیر کمونش میزد، پاتریوت گذاشتن اونجا که اتفاقات غیر قابل پیش بینی رو بزند. انگار تو جنگ مثلا الان حوثی ها میخوان بزنن، بعد اول مثلا یه نامه بدن به بن سلمان بگن ای زمان رأس ساعت 11 و 10 دقیقه با مختصات فلانی که الان در همین نامه درج کردیم میخوایم به شما حمله کنیم. جنگ یکی از عوامل، مثلا پیروزی ها یکی از مسائل مهم جنگ بحث غافلگیری است، بحث غیر قابل پیش بینی بودنه. بعد تو داری میگی چون غیر قابل پیش بینی ان نزدیم، خب ببخشید بس پاتریوت چ گذاشتن اونجا چیکار کنه؟ سیستم پدافند هوایی اصلا یکی از مهمترین بحثای سیستم پدافند هوایی چیه؟ مثلا کشورهای دنیا دارن از آمریکا پاتریوت میخرن، آمریکا مدعی است که آقا این پاتریوت من یه شاخصهایی داره. اصلا ببخشید پدافند هوایی که نتونه یک اقدام پیش بینی نشده رو مهار بکنه که اون دیگه پچیز نیستش، که اون دیگه پدافند هوایی نیستش، که اون ماشین ریشتزنیه. اون دیگه بخشه باید بذارید توی چهارشنبه سوری فقط بدنش رو بندازید توی آتیش که چند ساعت آتیشت مثلا خیلی پربار باشه دیگه، یک ماشین آهنپارست که پاتریوت باید حواسش باشه که آقا مسئله پیش بینی نشده رو بزنه. شوخیتون گرفته؟ اسکامون کردی عزیز دل، جون دل، برقرارید به قول معروف، سر کارمون گذاشتید. عجب داستانایی ما داریم با این کار. بعد میگن اینا با سوادن، کارنشناسن در بی بی سی و سعودی نشنال. بعد میگن آقا چه خبر؟ کارشناس بی بی سی گفته کار جمهوری اسلامی تمومه. دقیقاً اونی که تمومه مونتا عقل توئه، که عقل تو دادی دسته اینا، داری اینا رو تماشا میکنی. عاشقتم. دمتون گرم، شب و روزگار خوش. همتون رو به خدای ایران بزرگ میسپارم. بدرود.